تمام تلاش برای افزایش این فشارها که فکر میکنم خود شما این رو رد نمیکنید که این فشارها کم سابقه و شاید بی سابقه است، به ویژه تحریم بانک مرکزی و نفت، چیزی که سابقه نداشته در این سالهای گذشته. درسته که تحریمایی بوده ولی این فضایی که الان شاهد هستیم بسیار متفاوت از دوره‌های گذشته. ولی تلاش و صحبت بر سر اینه که میخوان ایران رو مجاب بکنن که برگرده به میز مذاکره، بحث دیگری مطرح نیست. آیا این فشارها منجر به این خواهد شد که ایران به پای میز مذاکره بیاد و مصالحه‌ای رو صورت بده؟ بله متوجه شدم، ولی احتمالش کمه، چون ملت ایران اینجا مرتکب خطایی نشده در عرصه بین المللی، نه به کشوری تجاوز شده و نه به تعهدات و تکلیف حقوقی ایران از کوتاهی از خودش نشون داده. ایران جزء NPT Non Proliferation Treaty و بر اساس اون با سایر ارگان ها از جمله ارگان محوری IAEA همکاری تمامی داره. البته نکاتی هست که مورد بحث هست، خب کشورهای غربی و یک سری کارشناسایی که جنگجو هستن این نوسان‌ها رو خب برجسته می‌کنند، ولی ایران اینجا دچار خطایی نشده و موضوع هسته‌ای برخلاف گفته مهمون گرامیتان مسئله ایدئولوژیک نیست، موضوع حیثیتیه برای مردم و برای دولت و ملت ایران. و چرا موضوع حیثیتیه؟ آیا عابدین چرا موضوع حیثیتیه؟ خب اجازه بدید من توضیح میدهم چرا حیثیتیه، چون ارتباط تنگاتنگی داره با پیشرفت علمی کشور. کشور ما در 20 سال گذشته، 23 سال گذشته از زمان جنگ تحمیلی و بعد پیشرفت‌های زیادی داشته در بسیاری از زمینه‌های علمی، از نانو تکنولوژی گرفته تا سایر علوم فناوری‌های سطح بالا و انرژی هسته‌ای هم یکیشه. و خود آمریکایی‌ها هم اذعان دارن که بحث انرژی هسته‌ای یکی از محوری‌ترین هدف‌های ایرانه. شاید مسائل دیگه تو این قضیه باشه، از جمله قدرت بازدارندگی برای ایران. ببینید هیچ کشوری دوست نداره به زورگویی بشه، اونطوری که اینا میخوان به کشور ما زورگویی بکنن و میخواد از یک توانایی یا حداقل یک توانایی بالقوه برخوردار باشه که بهش زورگویی نشه و یک سری کشورها به این شکل عریان قلدری نکنن در عرصه بین المللی. ولی موضوع اصلی انرژی هسته‌ای برای همون مسئله انرژیه و اینکه این نفت و گاز کشور به حال روزی تموم میشه و ما باید دنبال چاره‌جویی باشیم. و دلیل اصلی که اینقدر سرمایه گذاری شده روی این موضوع هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اینه. اجازه بده بحث رو با آقای واعظ دنبال بکنیم. آقای واعظ چندین نکته رو مطرح کردن که مسئله اگه فشار میاریم به یک ملتی، ملت مقاومت بیشتر نشون میده. خود شما برشک نکته رو گفتی، ولی آیا این مردمی هستن که عمیقا به حکومتی که الان برشون مسلط هست اعتقاد دارن و فاصله ای هست، شکافایی هست که برشک مطالب زیادی هست در اخبار ما میبینیم از نارضایی هایی که وجود داره تا در درون نیروهای حاکم؟ و نکته دیگه بحث ایدئولوژیک بودن و نبودنشه. شما اعتقاد دارید که ایدئولوژی که آقای عابدی میگن که نه مسئله حیثیتی، میخوان ایران رو محروم بکنن از دانش هستی، آره چنین چیزی هست؟ ببینید من فکر کنم خیلی مشکل هست که چه من و چه آقای عابدی از قول مردم ایران صحبت کنیم و حتی آقای احمدی‌نژاد فکر میکنم از قول مردم ایران در مورد این مسئله هسته‌ای صحبت کنه، برای اینکه هیچ وقت مردم ایران این فرصت رو نداشتن که در مورد این مسئله هسته‌ای نظر بدن و بگن آیا موافق هستن که چنین هزینه‌ای رو پرداخت بکنن برای اینکه 2% یا 5% یا حالا در واقعا بهترین شرایط 10% برق کشورشون تامین بشه، در حالی که صنایع نفت و گاز کشور که 80% برق کشور رو تامین میکنن از بین برن. آیا واقعا مردم ایران این قضیه براشون دایی این حد حیثیتی هست؟ و آیا مثلا نکته دیگه که گفتن در مورد مسئله از لحاظ فناوری و پیشرفتگی فناوری، ببینید انرژی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای مربوط به 6 دهه 7 دهه پیش هست و واقعا دیگه تکنولوژی خیلی مدرنی حساب نمیشه. کشورهای مثل ژاپن الان بعد از فاجعه فوکوشیما دارن تصمیم میگیرن به طور کلی از انرژی‌های جدید استفاده کنن و آلمان مثلا تمام نیروگاه‌هاش هسته‌ایش رو داره تعطیل میکنه، کشور سوئیس همینطور. بنابراین اینکه این یک قضیه حیثیتی است و اینکه مردم ایران حاضرن هر، من فکر نمی‌کنم کسی در ایران صبح از خواب بیدار بشه و به فکر اورانیوم غنی شده باشه، بلکه به فکر اینه که چجوری زندگیش رو بگذرونه، چند جای مختلف کار کنه و چجوری بتونه مایحتاجش رو تامین کنه. بنابراین اینها به نظر من بیشتر در سطح شعار هست. از لحاظ ایدئولوژیک بودنش، ببینید برای حاکمیت این قضیه و برای آقای خامنه ای شخصا این قضیه الان تبدیل شده به میراث ایشون، یعنی اینکه اگر ایشون در این مرحله به مصالحه‌ای دست بزنن که تسلیم بشن، آنچه از ایشون به یاد خواهد موند در واقع همین خواهد بود و اگر مقاومت بکنن روحیه انقلابی رو شاید بتونن دوباره زنده بکنن، را اقل
در طبقه حاکمه ایران. و در ضمن من فکر میکنم مصالحه برای شخص آقای خامنه‌ای کار ساده‌ای نیست، برای که ببینید آقای خمینی شخصیتی داشتن و به هر حال کاریزمای رهبری داشتن که میتونستن جام زهر رو سر بکشن و بر قدرت باقی بمونن. فکر نمیکنم چنین شرایطی برای آقای خامنه‌ای مهیا باشه و میبینید که انتقاد هم روز به روز نسبت به این قضیه به ایشون بیشتر میشه. آیا بدین بشنوی نظر شما رو، آقای خامنه‌ای توانی نداره که جام زهر رو بنوشه؟ اجازه بدین من به نکته های مهمون گرامیتون بپردازم. ببین در مورد بازم اگه حرف ایشون رو قبول بکنیم که این مسئله میراث‌داری برای آقایون از جمله آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، بازم اصطلاح ایدئولوژیک بودن اینجا غلطه. این یه واژه غلطی استفاده کردن برای این موضوع. بازم ایدئولوژی اگه حرف ایشون رو ما قبول بکنیم. نکته در مورد دیدگاه‌های مردم ایران راجع به این موضوع، اتفاقا همه پرسی یک سری اپینین پل‌ها بوده در سال 2006 که به هر حال عقیده ها نظرسنجی شده و حالا شاید آقای واعظ دسترسی ندارم به چی انجام داده این نظرسنجی رو، این من نمیتونم دقیقاً، ولی در سال 2006 سازمان های معتبر بین المللی بودن که انجام دادن. ولی یه نکته مهم اینجا اینه که وقت کشورهایی از جمله آمریکا، انگلیس که داشتن صنایع هسته ای خودشون رو توسعه میدادن، آیا اینا اومدن نظرسنجی کردن؟ آیا با اینا با همراهی مردم این کارا رو کردن؟ اینا لزوما حالا مردم نباید مستقیما درگیر این موضوع باشن. آقای عابدین یه لحظه اجازه بدید من صحبت بکنم. وقت به شما میدم آقای عابدین، وقت به شما میدم. نظرسنجی در ایران چندین سال پیش توسط گروهی در مؤسسه آینده انجام شد، آقای حسین قاضیان و آقای عبدی انجام دادن. در اون نظرسنجی 74% نظر پرسشوندگان صحبت از این کردن که خواهان عادی سازی روابط ایران با آمریکا هستند. آیا چنین اتفاقی افتاد؟ این یه موضوع دیگه است آقای خامنه‌ای. اگه بحث نظرسنجی رو میکنید میخوام بگم معیار، اگر نظرسنجی میگذارید معیار، اگه نگذاریم صحبت دیگه بفرمایید. من نه پاسخ، اجازه بدین شما، اجازه میدین من حرفمو بزنم؟ این خیلی غیر منصفانه است. نه شما صحبت شما، نه اجازه بدید من حرفمو تموم بکنم. اینکه مهمان شما گفتن که این مسئله رو نقد کردن، مسئله من این وقت کشورهای از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، هندوستان، پاکستان، البته هندوستان ممکنه مستثنا باشه از این نظر، اینا هیچ با همراهی مردم نیومدن این کارو بکنن، یک موضوع استراتژیک و راهبردی برای کشورشون بود این کار انجام دادن و اتفاقا هم در این کشورها این موضوع با مقبولیت بسیار بالایی برخوردار بوده، همونطور که برای ایران هست، چون یه مسئله حیثیتی برمیگرده به مباهات ملی و از این حرفا. در مورد انرژی هسته‌ای هم حرف مهمون شما تا یه حدودی درسته، این یک صنعت قدیمی و ولی هنوز به وفور استفاده میشه، همه جا هست، از خود آمریکا، انگلستان. ببین آلمان می‌خواست 2020 این مسئله مسئله رو منتفی بکنه، ولی اومدن یه سری تحقیقات کردن، باز میخوان مسئله رو تأخیر بدن، چون یک انرژی، چون یک تکنولوژی هسته‌ای، ببخشید تکنولوژی قدیمی، این به این منظور نیست که اینه بعد کاملا کنار گذاشته شده بشه و انرژی های آلترناتیوی که مهمان شما بهشون اشاره کردن، اینا یا خیلی سخت دسترسی بهش پیدا کردن یا خیلی گران قیمت. آقای عابدین پرسش در واقع این هست که آیا این برنامه هسته‌ای اونقدر به صرفه هست؟ اون چیزی که آقای دکتر واعظ ازش صحبت میکنن این که آیا اینقدر به صرفه هست که میارزه که برنامه نفتی در واقع پالایشگاه ایران تعطیل بشه به خاطر این تحریم و به خاطر این فشارها که ما بخوایم 2-3% یا 5% برقمون رو تامین بکنیم؟ ببین اینجا صحبت از این دیگه یک کمی با دوره منحرف میشیم از موضوع اصلی. ممکنه اینطوری که شما دارید تعریف میکنی نباشه، ولی موضوع اصلی اینه که کشور ما داره تهدید میشه، به ما زورگویی میشه، قدرت های قلدر میخوان اراده خودشون رو اینجا اعمال بکنن، تحمیل بکنن و در برابر این پافشاری میشه. میگم هم مهمان شما، هم خود شما و هم اون دولت و کشور مطبوع شما، ملت و دولت ایران رو دست کم میگیرید. این میزان مقاومت و استقامت خیلی بالاست در ایران، اینو لطفا دست کم نگیرید. من البته کسی نیستم که بخوام تخوان ملت ایران رو دست کم بگیرم قطعا. آقای واعظ اگه نکته دارید در مورد صحبتایی که آقای عابدین کردن. ببینید آخه باز دوباره بحث سود و هزینه این قضیه هست و من نمیدونم که چگونه هست. ببینید شما ممکنه از ملت ایران بپرسید که آیا شما موافق هستید که ایران انرژی هسته‌ای داشته باشه؟ خب من مسلم میدونم خیلی‌ها میگن بله،
ولی اینکه شما بهشون بگید آیا شما حاضر هستید که نمیدونم با تورم 30% زندگی بکنید و یا نون شب نداشته باشید بخورید برای اینکه اورانیوم غنی شده داشته باشید، اون وقت من خیلی تعجب خواهم کرد اگر که واقعا مردم ایران بخوان استقامتی بکنه. یعنی استقامت به چه معنی؟ زورگوییه. آیا واقعا قدرت غربی دارن قلدری میکنن در مقابل ایران، میخوان ایران رو محروم بکنن از ایران؟ ببینید شکی در این نیست، من شکی در این ندارم که معیارهای دوگانه در اینجا استفاده میشه، شکی در این نیست واقعا. برای اینکه شما فقط اگه به منطقه ما نگاه کنید، خب اسرائیل به هر حال یک برنامه هسته‌ای داره، کسی هم چیزی بهش نمیگه و کارش هم داره میکنه و به هر حال توی منطقه خاورمیانه، حالا هند و پاکستان اینا بحث جداست و فرق داره، ولی تو منطقه خاورمیانه همین استاندارد دوگانه وجود داره. علت اصلی این همه فشار بر ایران چیه به نظر شما؟ ببینید علت اصلی این همه فشار این هست که به نظر من تندروها در تل آویو، در واشنگتن و در تهران هدفشون این هست که از این قضایا به منافع خودشون استفاده کنن و در واقع اینا هستن که این آتش بر تبل جنگ میکوبن و این آتش رو شعله برتر میکنن. وگرنه این یه مسئله ایه که خیلی راحت میتونه سال 2003-2004 حل بشه. به هر حال ایران قدم‌های مثبتی در اون مورد برداشت، بعد بیایم تا سال 2009 آقای اوباما قدم‌های مثبتی برداشت، اینه که ولی هر بار که چنین چیزایی قدم‌های مثبتی برداشته شده تندروها بر تبل جنگ کوبیدند و کار رو خراب کردند. به نظر من این که اتفاقا شما یه قضیه تکنیکی یه قضیه فنی رو بخواید قضیه حیثیتی بکنید، فرمول کاملی هست برای شکست. برای که یه قضیه وقتی حیثیتی بشه شما در موردش نمیتونید به مصالحه برسید، نمیتونید صحبت کنید. به هر حال ایران باید جایگاه خودش رو در دنیا متوجه باشه. ما بعضی وقتا زیادی هم دوچار خود بزرگ بینی میشیم. مگر ملت ژاپن نبودن که توسط آمریکا بمباران هسته‌ای شدن؟ چه کردن؟ رفتن با آمریکا کار کردن، اقتصاد خودشون رو ساختن، تبدیل به کشور بزرگ شدن. شما به چین نگاه کنید. چین در زمان آقای ماو به هر حال با آمریکا به یک مصالحه رسید. بعد از 30 سال که در مقابل آمریکا کوتاه اومد، دائما تسلیم شد، حتی در مقابل فشاری که آمریکا آورد به چین که در برنامه هسته ایران دستش رو بکشه بیرون. ولی چین با وجود همه اینها بعد از 30 سال الان تقریبا 40% اقتصاد آمریکا رو صاحب هست. بنابراین راه داره، مسائل راه داره، پافشاری کردن و مسائل رو حیثیتی کردن، حالا شما اسمش رو بذارید حیثیت یا ایدئولوژی یا هر چیزی، باعث میشه که به بنبست برسیم و بنبست رو مردم ایران هستن که باید در واقع فشارش رو تحمل کنه. ایشون صحبت از در واقع افکار عمومی میکنه، وقتی که موقعی که خود این کشورها وقتی این صنایعشون رو توسعه میدادن هیچ وقت در واقع اهتمامی نداشتن به افکار عمومی، چون یک مسائل استراتژیک راهبردیه. یک کشوری با در واقع با اون تحقیقات و مطالعات کارشناسی که انجام میده و بر حسب نیازهاش، نیازهای حیاتیش و نیازها در حیطه امنیت ملی دست به یک توانمندی هایی میزنه، میخواد یک سری قابلیت ها و ظرفیت ها رو افزایش بده. بنابراین اینجا موضوع افکار عمومی تا حدودی منتفیه. البته من یقین دارم که ملت ایران کاملا از این موضوع طرفداری میکنه. اگه شما برخلاف این صحبت بکنید مطمئنا حرفتون صحیح نیست. اجازه بدید شما پیشنهاد میکنم ببینید کشورهایی که به دنبال سلاح هسته‌ای رفتن، بله از ملت هاشون نپرسیدن، اما کشورهایی که به دنبال انرژی هسته‌ای میرن خیلی وقتا از ملت ها میپرسن. و مثلا در اروپا که دائما رأی‌گیری میشه هر جایی که بخوان انرژی هسته‌ای استفاده بکنن، نیروگاه جدید تولید کنن. در آمریکا در دهه 80 یک نیروگاهی در ایالت نیویورک درست شد که به علت اینکه از لحاظ ایمنی در شرایط مساعدی نبود، مردم رفتن رأی دادن و نیروگاه 6 میلیارد دلاری تعطیل شد. بنابراین نه، اینجوری نیست که کشور هر تصمیمی که بگیره، بستگی داره البته از لحاظ دموکراسی در چه مرحله‌ای باشه. و ببینید در انگلستان که به این شکل نیست آقای واعظ. خب به هر حال دموکراسی یک چیز نسبی است، ولی وقتی که شما سرنوشت یک ملتی رو در خطر قرار میدید و کشور رو به ورطه جنگ میرسونید، اون وقتی که به نظر من مهمه که مردم بتونن نظرشون رو بدن که آیا حاضرن چنین هزینه ای رو پرداخت کنن یا نه. بعدم ببینید یه فرمولی وجود داره در این راه، اتفاقا نیروگاه بوشهر یه فرمول خیلی خوبی رو فراهم میکنه. در سال 1998 کنگره آمریکا قانونی رو گذروند که جلوگیری بود از اینکه نیروگاه بوشهر هرگز به مرحله عمل برسه و در واقع بشه ازش استفاده کرد. خب در سال 2005 وقتی که روسیه و ایران فرمولی پیدا کردن که سوخت در واقع پسماندهای هسته‌ای ایران
برگرده به روسیه و از این طریق امکان اینکه از این بشه استفاده کرد برای تولید سلاح هسته‌ای از بین رفت، آمریکا دیگه الان با نیروگاه بوشهر مشکلی نداره و آقای عابدین مسلما میدونن که نیروگاه بوشهر از تمام تحریم‌های بین‌المللی استثناست. بنابراین راه حل وجود داره برای این چیزا. من میگم وقتی مسئله رو شما حیثیتی میکنید، در واقع در مذاکره رو میبندید. تا افق دوشنبه.